رادیو همراه بفرمایید. الو، بفرمایید خانم. سلام دکتر جان. سلام، بفرمایید. خسته نباشی، خیلی خوشحالم که با شما حرف میزنم، چون انقدر مشاوره های بد تو ایران گرفتم خسته شدم. خلق و امیدم به شما. ولی شنیدم یکی از مشاوره ها این بوده که با فلانی تماس بگیر صحبت کن، که مشاوره بدی بوده، اینی که آخرش هم همون نتیجه رو خواهی گرفت عزیز. دکتر اگه ببینید به من چه جوابای خنده داری دادن، اصلا تعجب میکنی که من مشاوره گرفتم. حالا برای تو به من بگو اولا چند سالت عزیز؟ دکتر جا من 31 سالمه. فرزند چندومی؟ آخر. از چند تا؟ از 7 تا فرزند 7 تا. اون زیر له شدی دیگه، تونستی نفس بکشی یا نه؟ چی خوندی؟ درس و اینا چی خوندی؟ آقای دکتر من زنگ زدم با جای پسرم مشاوره بگیرم. مثلا حرفی ندارم، بعد به من بگو در آها خیلی نفر... چشم من دانشگاه رفتی خوندم دکتر. بسیار عالی، بسیار جان. چند سال همسر چند سالشه؟ همسرم 33 سالشه. چه مدتی ازدواج کردی؟ حدود 8 سالی میشه، 9 سالی. فرزند چی داری؟ یه پسر 2 ساله دارم، الان 22 ماهه. الان مجدد باردارم، 1 ماه دیگه هم فارغ میشم. بسیار خب، حالا مشکلی که با پسر داری چیه؟ جان دکتر، پسرم من 12 ماهگی از شیر گرفتمش طبق فرمایش شما. تقریبا 3 ماه بعدش شروع کرد انگشت شستش رو مکیدن. خب علت شما اگر شما نصب میدونم، شما اگر با من آشنایید خب معلومه چرا. اولا بچه ها وقتی که بین تولد تا 14 ماهگی اگر روزی 2 تا 3 ساعت از سینه مادر، شیشه شیر، پستونک، مک بزنن، معمولا مشکلی زیر عنوان تثبیت دهانی پیدا نمی کنن یا اورال فیکسیشن. ولی اگر این کمتر از اینا باشه یا بچه احتیاج به بیشتر از اون داشته باشه و بعد زمینه برای استراب از نظر ارثی در خانواده باشه یا محیط خانه به گونه متشنج باشه یا به هر حال اتفاقات دوربرش طوری باشه که دچار استراب بشه، بچه به حربه ای که موجب آرامشش میشه متوسل میشه و اون حربه مک زدن. علتش هم این است که کودک در یکی دو ماه آخر در شکم مادر تنها مهارتی که باید یاد بگیره تا بتونه با اون زندگی کنه مک زدنه، که شستش رو میخوره و تمرینش رو میکنه. به این دنیا که آمد تنها کاری که بلده بکنه مک زدنه. سینه مادر شیشه شیر رو میگیره و زنده میمونه. ولی این چون با جنبه های دیگری مثل لذت و درد، مرگ و زندگی و مسائل حتی جنسی مرتبطه، باید به اندازه باشه. یعنی باید 2 تا 3 ساعت در شبانه روز مک بزنه تا خاطر ماست باشه، زیر 1 ساعت باشه یا بیشتر از 4 ساعت باشه مسئله است. حالا وقتی رسید به سنی که شما او را از شیر میگیرید یا حتی برخی از وقت دیگه پستونک در اختیارش نیست، که البته اشکالی نداره تا یه مدت کمی هم باشه یا شبا قبل از خواب باشه، دستشو میکنه تو دهنش و در اینجا در حقیقت داره همون آرامش رو برای خودش میخره. هم یه پیام به ما میده که احتمالاً تثبیت دهانی داره که ویژگی‌های فیزیکی و روانی خودشو داره، یا احتمالاً مضطرب و نگران یا احساس آرامش و امنیت نمی‌کنه. پس باید اونو فراهم کرد. ولی اینکه شما بهش بگید دست و دهنت بکن یا نکن هرگز کار نمی‌کنه و تا قبل از حتی 3 سالگی که با همکاری بچه میشه کمکش کرد که این حال رو یا این عادت رو کنار بگذاره، اونم راه‌های خودشو داره که الان فرزند شما به اونجا رسیده، کاری نمی‌شه کرد. ناچار باید بپذیرید یکی از این دو اتفاق یا هر دو اتفاق افتاده که این کار میکنه. حالا به چه شدتی دست رو تو دهنش میکنه؟ درسته جناب دکتر، من فرمایشات شما شنیده بودم، این موضوع منو خیلی به هم ریخته. که چون من خیلی سعی میکردم که تسلیم دهانی اتفاق نیفته،
یا اینکه نمیدونم، شاید جنبه ژنتیکی داشته باشه ارثی، ولی مثلا خونه متشنج باشه نبوده، یا یه سری حداقل ها رو سعی کردم که رعایت کنم که از نظر مثلا آسیب و اینا کمترین آسیب رو ببینه. شدتش هم این که توی روز خیلی نیست، ولی قبل از خواب حتما باید انگشتش رو بخوره تا بخوابه. پانم شما میتونیم بهش، اینکه نه خب میتونیم بهش پستونک رو بده، چون دست اولا عادت پستونک رو طولانی قبول ده. نکرد آقای خیلی خب، دکتر، پس از هیچی همون بشنوید، نوزادی. بشنوید. خب همونجا اشکال بوده، یعنی همونجا نشون میده که کمی متفاوت بوده، ولی الان این چیز بزرگ و مهمی زدم. فرض کنید پسر شما این وضعیت رو تا 6 ماه دیگه هم ادامه بده، اونقدر چیزی نمیشه. دندونام چون دندونای شیری هستند و میافتن، اونقدر تاثیر بد و منفی نده، ولی کاری نمیشه کرد براش. عزیز، ما میخوایم بچه، مثل دکتر اینکه بچه میخوایم دیگه هم صبر چرا کنه. استراب داره که انگشتشو به من کرده اینا؟ من میگم این شد سوال شما در خصوص نه، فکر انسان میکنم میتونید خودم رو بگویید. مقصر این قضیه میدونم. خب میتونید دار بزنید. آخه ببینید، بعد به من میگه بچه استراب داره، مادرش دنبال نگرانی و استراب و وسواس، یعنی شده. ما تو زندگیمون کار و کوششمون میکنیم عزیز، شد شد، نشد نشد. مگر وقتی آدم بچه به این دنیا میاره، تضمینی هست که اگر همه اصول رو رعایت کنه بچه سالم و خوشحال و خوشبخت زندگی میکنه؟ نه، میتونه معتاد و بدبخت هم باشه. ببینید، من و شما قرار کار و کوششمون بکنیم، سراغ خودمون رفتن نیست. اگر بخواید بفهمیم چرا، شاید یه چراییهایی پیدا بشه، ولی برخی از قول نه. همینقدر که شما من گفتید پسو نکن نمیگرفت، که البته بعضی از بچه ها نمیگرفت، بس باید میشه کار کرد، ولی واسه مهمون نیست. الان بچه شما دستشو تو دهنش میکنه که دنباله یه زمینه تثبیت تو دهانی، ولی اینکه شما بخواید بپرسید از چرا، شما چجوری میتونید جواب بدید؟ اصلا دنیای علم برای شما جواب میگه این 15 تا احتمال وجود داره. بعد چه فرقی میکنه؟ اصلا چه فرقی میکنه؟ بعدم کاری براش نمیشه کرد. منم بهتون گفتم تا 3 سالگیش که اصلا، بعد از 3 سالگی ادامه پیدا کرد با همکاری خودش، که مثلا ما بریم از داروخانه یه چیزی بگیریم به دستت بمالیم که خیلی بد هست و ولش کنی، یا بیا دستکش دستت کنیم، یا هر حال شرایطی فراهم کنیم، ولی یه پیام به ما میده، احتمال تثبیت دهانی رو داره. به هر حال اونم چیز همچین سنگینی به اون صورت نیست. دوم، چه از نظر روانی چه از نظر فیزیکی، دوم به زمینه استراب رو داره، که اگر در خانواده پدری و مادری زمینه استراب و وسواس بوده، اون نماینده و نشانه اوست، ولی چون کاری براش نمیشه کرد، باید صبر کرد ببینیم که بعداً چه خواهد شد. درسته دکتر، من اینم بگم که آرنج دست منو میگیره، با اونه که دستش یکم فشار میده، یعنی آره با دیگه، این برای دستش که شستشو آره میگیره. اون قسمت پوستی که کمی سفته برش جالبه. بچه هم از این بابت یه حالت تچ و لمس رو دارن و میشه درسته. فهمید خب که از این اینجا طریق دکتر احساس من جا درسته من میخوام اونم میکنم درسته، یعنی 3-4 روزی میشه، چون شما فهمیدی که موقع خواب تماس پوستی نداشته باشی بهتره. موقع خواب من چسب زدم به آرنج شستم، نمیدونم درست کارم یا نه، گفتم اوف شده. از اون به بعد خیلی کمتر شده خوردن آره شستش، و دیگه، کار اینکه خیلی درستی بوده. راحت با این قضیه کنار اومد. آره دیگه، به همجاست که ببینید از ما به تدریج میتونیم این عادت ها رو که یه انعکاس های به هر حال به نوعی برخی از اوقات اصلا بیولوژیکه یا حتی فیزیولوژیکه، چی کارش دارید؟ یعنی اونقدر چیز بزرگ نیست. بچه ها حتی آدم های بزرگ سال برخی از اوقات دوست دارن تای آرنج آدم ها رو بذاره بمالن و فشار بدن، برای که این پوست یه ذره متفاوت و غیرعادی و قلمبه است، یا به هر حال یه برجستگی هایی داره، و این درست مثل آدم هایی که حساسن مثلا نسبت به جوش صورت یا دست بهش بزنن یا باش ور برن. علت هم این است که این چیزا یه مقدار واکنش های ماست که به صورت طبیعی ای بس و از هزاران شاید صدها هزار سال قبل مونده، که ما اوضاع رو چک میکنیم، چون یه روزی بوده که آینه نبوده دیگه، مثلا یه کوششی برای تشخیص اینکه چیزیمون هست یا نیسته. ولی موضوع اگر مهم نکنیم میگذره، ولی اینکه فرزند شما حتی تا 3 سالگی هم این کارو بکنه، اونقدر چیزی نیست که جایی برای نگرانی داشته باشه. من و شما همونطور که عرض کردم میتونیم کار خوب و درست رو بکنیم، به این امید که نتیجه مطلوب رو هم بگیریم.
یعنی جناب دکتر بگیر آرنج دست من، اشکال نداره، آره نه همچنان من فکر ادامه کنم بده. که نه، خب من چون اصولا همطور که خودتون گفتید موافق نیستم که در وقت خواب بدن بچه با بدن کسی در ارتباط باشه. اون کاری که کردید که اوخ شده یا اصلا میتونید با یه پارچه ببندیدش، مثلا زخم شده اون رو هم از سر اون میندازه، برای که اینا یه زمینه های هبیت یا عادت رو دارن که وقتی یه دو سه هفته نباشه معمولا کنار میره. ولی درسته، چون بچه من ها این میبینم که که با این کارم خیلی انگوش خوردنش کم شده، یعنی مثلا حتما انگوش رو خب بعد آرنج من رو میگیره، الان میبینه آرنج هم چسب داره انگوشش رو دیگه نمیذاره درش، میره مثلا سراغ بازیش، ولی به هر اینجوری حال مثلا یه دفعه من میمد وسط بازیش میشوند آرنج هم میگیره، یه چند دقیقه انگوشش رو میخوردش. خب آره دیگه، میدونید بچه ها برای خودشون دنیای خودشون، وقتی بزرگ شد باید بپرسید که این بازی مسخره بازی در میولید نه چیه فقط کار خواستم میکنید. تایید میکنی شما آسیب نمیبینه که من این نه کار نه نه کردم اصلا به خاطر نه نه ببینید شخصم. عزیزم، ما قراره به گونه ای که جنبه بد و منفی داشته باشه یه بازی و بهانه در بیاریم و فراهم کنیم اون رابطه درست رو و یا کار درست رو. بنابراین وقتی شما حرفتون این است که آرنج من زخم شده یا ببندیدش، حالا یه چسب بزنید روش ببندیدش برای یه مدتی، عادت رو از سر او بندازید، چه اشکال داره؟ برای چیز ضروری و لازم نیست، ما وقتی باید نگران باشیم که آنچه که ضروری و لازم هست رو از بچه دور میکنیم. شما اسباب بازیش رو بگیرید که چیزی نیست که به هم بریزه، درسته مسئله مالکیت و ایناش مطرحه، ولی قضا بهش ندید، دوا بهش ندید مثلا است، ولی اسباب بازیش رو بگیرید. نمیخوام بگم درسته. بد و منفی نیست، ولی در مقابل هدفی که دارید یا نتیجه که میخواید بگیرید اونقدر میتونه موضوع مهمی نباشه، ولی خودتون اینقدر حساس و نگران مسائلی از این قبیل نکنید، بلا کار بزرگ کردن بچه خیلی خیلی مشکل میشه. یا مثلا درسته، میتونید همه بگید شمار شما میاد تو ذهنم آره آقای دکتر، خالیه. هر روز بارها آره یا شادم به دختر جملاتتون پسرتون بگید، میاد تو به ذهنم. پسرتون بگید به باباش بگید مادر بهتری براش پیدا کنه که این گونه مسئله و مشکل نداشته. من فکر کنم او هم همسرتون هم خواهد خندید و خوشحال خواهد شد مثل شما. بله همینطور. دکتر جان من یه دو تا سوال دیگه هم دارم، اشکال نداره بفهم. بپرسم؟ نه حتما بفرمایید. فرمانش آقای دکتر، من با پسر مشکلی ندارم، مثلا یعنی بچه‌ای که فکر میکنم راه میاد خیلی با آدم، ولی تنها مشکلی که باهاش دارم اینه که نمیذاره پوشکش کنم. یه چند ماه سعی کردم که از پوشک بگیرمش، دیدم نه اوکی نیستش، مجدد پوشکش میکنم ولی نمیذاره، هم نسبت به پوشک هم نسبت به لباس، خیلی خیلی به سختی میذاره لباس تنش کنم یا پوشکش کنم. این مسئله خیلی اذیتم میکنه، یعنی الان لخت چند میگرده ماهه برای خوده، لخت میگرده، ترجیح میده لخت باشه. بله ترجیح، کارش حتی میگم نداشته داریم میریم باشی در در. اونقدر کارش نداشته. خب بعضی از بچه ها دوست ندارن این محدودیت ها رو عزیز. همین الان هم با شنونده عزیز دیگه ای صحبت کردم، بچه ها تو برخی از وقت برای پوشیدن لباس احساس خطر و خفگی میکنن. این که خودتون رو آخه اذیت این پوشکش چیزان، جناب دکتر خب الان 22 ماهه، چرا هنوز نتونستی توالت ترینینگش کنی که پوشکش رو بگیری؟ همکاری نکرد با هم آقای نه دکتر، خب خیلی با نه خودم خب بردمش چیز کنی، نه به زنش زنگ بزنید بگید همکاری کنه یا به منشیش. خب شما یه دفعه چرا یه دفعه هوشتون از عرض کنم خونه پرید بیرون؟ برای شما باید باهوش باشید، یه راه پیدا کنید. اون هم من توضیح دادم که چیکارا میشه کرد. حالا یه بچه ای تو یه روز یاد بگیره، که یه هفته، که ممکنه یه ماه، ولی به هر حال باید این کار کرد، ولی که بعدم مهدا اینا هم که میره موضوع و مسئله است عزیز. بنابراین ببینید یکی از حرفایی که فروید میزنه و درستم هست، میگه ما وقتی مسیر کاری رو شروع میکنیم باید به با آخر برسیم و برگشت نداشته باشیم، چون برگشت خیلی خطرناکه. بنابراین اگر دیدید که من تو سیدیام آوردم، اگر دیدید که بچه خبر میشه بعد عمل میکنه، حالا میشه به اصطلاح توالت ترینینگ رو بهش داد، یعنی متخبره میتونه خودشو کمی کنترل کنه بعد عمل کنه، تا زمانی که خبر عمل با هم هن. یعنی وقتی اتفاق میفته متوجه میشه قرار نیست کاری بکنیم، ولی اگر خودتون متوجه میشید مثل که میدونه پرس کنید احتیاج به دستشویی داره یا به هر حال اتفاقی داره میفته، اگر به اینجا رسیده یه دو روزی وقت میگذارید برای این کار، اونم مثلا شنبه یه شنبه ای همسرتون هم بذارید با دوستاش بره بگرده، شما باشید تو پسرتون. به هر حال شرایطی رو که من تو سی دی آوردم، چون نمیخوام الان وارد اون بحث توالت ترینینگ بشم،
یه مقداری وضعیتی رو ادامه میدید و به نتیجه میرسید، وقتی هم که رسید دیگه برگشتی نمیکنید. ولی اینا موضوعی است که به هر حال برخی از بچه ها گفتم یه روزه یاد میگیرن، بعضی از بچه ها یک ماهه. یعنی که بچه هم با بچه متفاوته، برای اینکه از این جهت ها یه ذهنیتی داره، یه حس و احساسی داره که اصلا ناشناخته است که چرا از یه چیزی خوشش میاد یا بدش میاد یا نسبت به یه موضوع اینقدر حساسه. ولی خب میدونیم ریشه در زمینه های یک ارسی داره و یا تجربیاتی که حتی ما نمیدونیم براش اتفاق افتاده و به خاطر اونه. ولی به هر حال بچه ها بازی های مختلف در میرن، درست مثل اینکه شما پشت فرمونید، یه جا باید به راست برید، یه جا به چپ برید، یه جا سرعت کم کنید، زیاد کنید. همینقدر که با آرامش آنچه که لازمه رو انجام بدید به نتیجه میرسید و این موضوع هم حتی اگر برای مدتی هم ادامه پیدا کنه و شما خوب و درست ندونیدش، اونقدر آسیب به بچه نمیزنه. توان بچه برای مقابله و جبران و بیرون آمدن یا اصلا انسان خیلی بیش از این است. درسته آقای دکتر. خب وقتی اجازه نمیده من پوشکش کنم تا زمانی که آمادگی پیدا کنم، اشکال نداره من به اجبار این کارو کنم؟ نه نه، برخی از اوقات بچه ها باید حدا رو بکشیم براشون دیگه عزیزم. ما یه چیزی از حدود 14 ماهگی یه پیامی برای بایدها که واقعا بایدن باید بهشون بدیم. نه اهمیتی نداره، لبخند میزنید، خوشحال هستید، آواز میخونید. ولی چرا گفتم هوشتون کجاست؟ اگه قرار باشه زور او به شما برسه که دیگه خیلی کار خرابه. نه فکر کنید لازم است پوشک رو پاش کنید، این کار رو بکنید، ناراحت باشید. درسته، بله متوجه شدم. جناب دکتر یه سوال دیگه هم دارم راجع به مهد کودک که میفرمایی از 24 ماهگی. آقای دکتر تو منطقه ما مهد کودک دو تا هست، یه دونه که از 3 سالگی قبول میکنه، یه دونه هم جمعه تو راستش من میترسم پسرم بذارم مهد، چون فکر میکنم اون ویژگی که شما فرمودین یه مربی و یه مهد برداشته باشه، فکر میکنم اینجا نداره. خب جای بدی رفت برای نکرس. نه ببینید عزیز، ما ممکنه یه چیزی خوب و درست باشه، ولی وقتی میریم با واقعیت رو برمیشیم باید با اون کنار بیان. شما اگر به گفته خودتون تنها مهد یا یکی دوتا مهدیست که دور براتونه، بهترینش رو انتخاب کنید که متناسب با فرزندتونه و تمام. خوب نیست که نباشه، ولی چه اینقدر نگرانی؟ ببینید شما اگر بخواید اینقدر ترسید اونجوری که بعد آموزش دیده نیست، یا مثلا خب توربینی اونجا باشه که اگه یه وقتی بعدها مثلا لازم باشه من ببینم، یعنی همین جوریه فکر کنم، همین جوری مربی نه. نه دیگه نه، ببینید عزیز صبر کنید، اون چیزی که اصله دنبال بهانه نگیرید. اون چیزی که اصله این که بچه‌ها باید برن با بچه‌های دیگه. این که من میگید برخی از اوقات به جایی که شماره شون 20 باشه 15 است یا 10 یا 5، همینی که داریم. ما تو دنیایی هستیم که با واقعیت ها کار میکنیم. من هیچ دلیل نمیدونم که به خاطر اینکه مربیش اونقدر آمادگی نداره و دوربین برای من که بعدا برم چک کنم ببینم چه چیزی که اصلا در طول تاریخ وجود نداشته و تو زندگی 99% مردم هم نیست، اون نیست، پس من برای فرستادن بچه مهد مسئله دارم. نه شما آدم مستربید، به این حرفم درست بود. به پسرتون بگید، به باباش بگید دنبال یه مادر آروم بگرد. گرم دکتر من خیلی فرمایشات شما رو میشنم و اینا بیشتر منو مضطرب کرده. خب معلومه، بر اخوانم اخ نمی کنم، حرف شما میاد تو ذهنم. خیلی خب بیاد، خوشحالم که به ذهنتون میاد، ولی قرار نیست از من و حرفای من وحشت کنی. معلومه ما ببین عزیز، اصل اونه، این مهمه. من باید بدونم و مهربون باشم، دو تا اصل پدری مادری دیگه، دانایی و مهربونی. دو، من کار و کوشش لازم رو میکنم، شد شد، نشد نشد، دست. یعنی این واقعیت دنیاست. حتی شما نگاه کنید، خدا هم 124,000 تا پیغمبر فرستاد، معجزه هم کرد که نکرد، کتاب هم هی چاپ کرد فرستاد، یه آدم حسابی از توش در نیمد. خیلی نگران نباشید، شما کار خودتون رو بکنید، بذارید هر چی میخواد بشه بشه. انصاف شما شنونداتون رو دعوا میکنید جناب دکتر، میگید که چرا این کار غلطه کردی و من خواهد من رو دعوا نکنید. منم به همین، نه من با شما دعوا نکردم، یه بلای دیگه سرتون رو بردم، مادر بهتری برای بچه فراهم کردم دیگه، از این بدتر چه بلایی میتونستم سرتون بیارم. درسته، سلامت باشید دکتر جان. من یه ماه دیگه فارغ میشم برای بچه دومم و همینجاست که و این یکی حتما باید بره مهد، نباید به خاطر اومدن اون یا تاخیر بیفته یا فکر کنه این دوتا با هم یه نوعی همبستگی و کورلیشن دارن. نه ازم پسر رو بفرستید مدرسه، بازی هم در نگرد.
الان 22 ماهشه، مناسب زمانه؟ بفرستید بره بب... حالا که دارید یه ماه دیگه بچه دار میشید. آره حتما، درسته. بله حتما. چشم مثلا همین دکتر جان، دوشنبه. اشکال نداره. از مثلا این یه ماه آخر الان خیلی برام سخت شده از نظر فیزیکی خیلی زیاد، اشکال نداره من از مادر بزرگ پسرم کمک میگیرم، مادر همسرم. نه چه اشکال داره، مشروط بر اینکه ایشون عین کارهای شما رو بکنن و تا اونجایی که ممکنه دخالت نکنن، فقط مواظب و مراقب باشن، آشپزی رو انجام بدن، نمیدونم همه کار خانه رو انجام بدن، شما رو بذارن با فرزندتون مگر وقتی کم میارید دکتر جان، اینجوری که کمکتون. پسر من میره اونجا 2-3 ساعت میمونه در روز، بازی میکنه، خب مراش خیلی مهد هم مادر کودک فر... بزرگش مهربون و خیلی خب واقعا مهد کودکی داره میره که فقط یه مهد کودکی، یه ذره سنش بالا سمین به هر حال، چون معمولا مادر بزرگا و پدر بزرگا یه جوری مثلا وقتی به عنوان میرن یه جایی با اونا هستند و خوشحالند و دوست دارن برند و اینا، شما نگران چی هستید عزیز؟ آره خب به شدت دوست دارم، یعنی من با گریه میارمش خونه خیلی همیشه. خب بنابراین پدر نگفتم مادر بهتری میخواد، دکتر بنابراین جان اینقدر این نگران فرشته نباشید آمین رد خودتون میشه. جان. فرشته آمین رد میشه نگیم. امیدوارم به هر حال موضوع خود